45 سال پیش کسب و کارهای ایرانی کم کم در بلوار وست‌وود لس آنجلس آغاز به کار کردند. با وقوع انقلاب و مهاجرت گسترده ایرانی ها به آمریکا، این منطقه هم رفته رفته شاهد گسترش فروشگاه ها و رستوران های ایرانی شد، تا جایی که حتی بخشی از اون رو میدان ایرانی نامیدند. لس آنجلس در این سالها از مهمترین کانونهای مهاجرت ایرانی ها بوده و بسیاری به آن تهرانجلس هم میگویند. گوشه هایی از تجربه 40 سال زندگی در این شهر در گزارش خشایار جنیدی. 40 سال پیش، زمانی که هواپیمای آیت الله خمینی و هوادارانش در مهرآباد تهران فرود آمد، هزاران ایرانی روانه غربت شدند. مهاجرانی که تعدادشان رفته رفته به صدها هزار و همکنون به چند میلیون نفر رسیده. از ابتدای مهاجرت دست جمعی ایرانی ها، لس آنجلس در غرب آمریکا یکی از مقاصد اصلی مسافران بود. حتی قبل از انقلاب تعداد زیادی از ایرانیان کوچ کرده بودند به اینجا. دلایلش هم خیلی ساده است. جای خوش آب و هوایی است. ما اومدیم اینجا و اون روزهای اول هم گیج اصلا نمی‌دونستیم آقا داستان از چه قراره، لس آنجلس کجا هستش، چیکار باید بکنیم. تا اونجایی که یادمه یا تا اونجایی که میدونم 38 تا 40 ملیت مختلف در لس آنجلس زندگی میکنن که ایرانی ها هم یکی از اوناست. در لس آنجلس با پرویز کاردان، هنرمند رادیو تلویزیون قبل از انقلاب، وارتان آوانسیان، تهیه کننده موسیقی، و بیژن خلیلی، ناشر کتاب‌های فارسی، درباره تجربه 40 ساله ایرانی ها در این شهر صحبت کردم. در سالهای اول همه در انتظار بازگشت بودن. خب یادم یه موقعی در یک رستوران بودیم و یه کارایی کرده بودن، برای یه کارشون میخواستن یک ماشین بخرن. منم اونجا غذا میخوردم. اون گفت چی رو بخریم؟ ما تا یه ما دیگه برمیگردیم ایران، ماشین کرایه کنیم. همگی یه فکری تو سرمون بود که ما داریم برمیگردیم. حتی شعر آهنگا هم اگه دقیقا شنیده باشید و متوجه شده باشید، ما به ایران برمیگردیم، ما به ایران برمیگردیم. با مستقر شدن حکومت انقلابی در ایران، رفته رفته تعداد ایرانی های لس آنجلس زیادتر می شد، کسب و کارهای ایرانی هم بیشتر می شدند. حضور ایرانی ها در این شهر، در منطقه وست‌وود، جایی که میدان ایرانی نامیده می شود، کاملا محسوس است. لس آنجلس برای ایرانی ها به تهرانجلس تبدیل شد. تهرانجلس بسیار اسم و مسمهاییه به خاطر اینکه واقعا تهرانه. هر جا می رفتی می دیدی که یه بساط ایرانی هستش، آبگوش، کله پاچه، دیگه از این بهتر. جامعه لس آنجلس که از دلایل ویژگی هاش حضور مردمی است که در مخالفت با جمهوری اسلامی هست. و این در مخالفت با جمهوری اسلامی از هم روز اول شکلگیری جامعه ایرانی در لس آنجلس اتفاق افتاده، هنوز هم ادامه داره. جامعه ایرانی در لس آنجلس با رنگ‌های مختلف هستند. لغت رنگ رو که میگم یعنی نگاه‌های مختلف که بهشون میکنید. از ثروتمند داریم، از دانشمند داریم. در یکی از مشکل‌ترین کارها در مورد هنر راهیابی به هالیوود بوده. ایرانی‌ها حتی راه پیدا کردن. صحنه هنری لس آنجلس در این 40 سال برای بسیاری از ایرانی‌ها در داخل و خارج مهم بوده. تلویزیون‌های ماهواره‌ای لس آنجلسی هم همینطور. لس آنجلس اصلا یک شانس تاریخیه، یعنی یک شانس تاریخی برای جامعه مهاجر و تبعیدی ایرانی در سراسر جهانه که یک جایی به نام لس آنجلس به وجود آمد که اولین حرکت‌های فرهنگی از همین لس آنجلس شروع شده. بقیده من اون پل ارتباطی لس آنجلس و تهران واقعا ما تونستیم تو تمام این سالها حفظ بکنیم. شاید یه چیزایی دیده نشه ولی همه میدونیم و همه میدونن که
که تو این دوران 40 سال مخصوصا از نظر بخش موسیقی ما اینجا خیلی زحمت کشیدیم، خیلی خیلی زحمت کشیدیم. این واقعیته که پایتخت ایرانیان غربت نشین لس آنجلسه. بنابراین همینطوری که در تهران مراکز هنری همه اونجا جمع بود، همینطور در خارج از کشورم این لس آنجلس، این شهر فرشتگان پایتخت ایرانیان غربت نشینه. 40 سال از انقلاب گذشته و بسیاری از تبعیدی‌های اول انقلاب همچنان منتظر پرواز برگشتشان هستند. خشایار جنیدی، بی بی سی، تهران جلس. 40 سال پیش یک روز قبل از پیروزی انقلابیون، روزنامه‌های ایران خبر از جنگی خونین بین واحدهای مسلح می‌دادند. مسعود بهنود و مریم افشنگ انعکاس وقایع پرشتاب ساعت‌های آخر رژیم شاهنشاهی را در روزنامه‌های اصلی آن دوران بررسی می‌کنند. سلام آقای بهنود، 21 بهمن فضا مطبوعات داره نشون میده که فضا خشن‌تر شده، از جنگ خونین بین واحدهای مسلح دارن خبر میدن. روزنامه کیهان رو داریم میبینیم. ببینید، در حقیقت بگید مطبوعات نشون نمیدن، به خاطر اینکه در این دو روز، یعنی در جمعه ای که روزنامه ها نبودن و شنبه ای که حالا روزنامه ها اومدند، اتفاقاتی افتاد بسیار مهم که اصلا مقدور نبود که این اتفاقات حتی گلچینش بتونه بره تو روزنامه منعکس شه. به همین جهت هم دائما اون وسط ها شما میخونید که مثلا دو تا نماینده مجلس استفاده دادن، یا میخونید فلان کس کشته شده. این مجموعه از نگاه به کل کشور نیست. کل کشور رفت تو دو روز فوق العاده تند، جنازه های در خیابون و همه کسانی که بعداً اتفاق افتاد، یعنی بعداً از انقلاب ایران به عنوان انقلاب کم هزینه اسم بردن بعضیا، اون دو روز یادشون نمیاد. دو روز یعنی روز جمعه اتفاقی که افتاد، یکی بعد از ظهر بود که یک مراسمی انجام شد در دفاع از بختیار، این اسمش بود. در حقیقت سلطنت طلبها دعوت شدند که با حذف عکس شاه و با آوردن عکسایی از ولیعهد و امام علی یک تظاهراتی برپا بکنن و تو اون تظاهرات آرام خودشون نشون بدن، خیلی تحریک‌آمیز هم نباشه، حرفای مذهبی، احترام مذهب و اینا هم بذارن. این عده جمع شدن در امجدیه و در اونجا چند تا شعار داده شد. چند نفر آدم که خیلی آدمای مشهوری نبودن هم سخنرانی کردن، ولی وقتی اومدن تو خیابون، در توی خیابون نیروهای به اصطلاح بعدی حزب الله آماده بودن، حمله بهشون کردن در نزدیکی میدان بهارستان، کار به خشونت کشید. چند تا وانت اومدن پر از سنگ و کمک کردن، به طوری که این جماعتی که قرار بود یک راهپیمایی رو تشکیل بدن و به نوشته کیهان در حدود 40,000 نفر بودن، اینها عملا آخر سر متفرق شدن، نتونستن برن. عده زیادی از استادای دانشگاه، وزرای سابق و بسیاری از آدم پزشکای معروف و اینا دیده می شدن در این دست. اما حادثه شب اتفاق افتاد. گروه تلویزیون هنوز تا این لحظه در اختیار اون ترکیبی که 200 نفر از بچه های تلویزیون که اعتصاب نکرده بودن به اضافه یک گروه نظامی بودن، هنوز بودن در تلویزیون. منتها به دلیل مدیر عامل جدیدی که پیدا شده بود که ژورنالیست بودش و بلد بود، یه ابتکارهایی به کار بردن. یکی از اون ابتکارهای این بودش که یک فیلم درست کردن که مجموعه ای از وقایع رو نشون میداد، وقایع اون روزا رو. معمول نبود در تلویزیونی که قبلا پخش میشد که این همه آقای خمینی نشون میدن. تو این فیلم از نفلوشات و هرچی فیلم رسیده بود در این فاصله رو جمع کردن و تبدیل به یک گزارش خیلی خونسردی کردن و در حقیقت راه و باز کردن برای اینکه تلویزیون همینجوری آزاد بشه. این فیلم پخش شد. وقتی این فیلم پخش میشد، در چند نقطه کشور اتفاقاتی افتاد. این یکی از مؤثرترین جاهایی بود که رسانه ها اثر خودشونو گذاشتن. در پادگان نیروی هوایی که هوانیروز، یادتون باشه که دو روز قبلش رفته بودند به دیدن آقای خمینی و در حقیقت قهرمان شده بودند و حرف رو جشون زده میشد، جمعی از هوانیروز تحملی هیجان زده شد، شروع کرد صلوات فرستادن، در حالی که اتاق بغلی افسرها بودن، اونها شروع کردن فریاد زدن. این دو تا گروه در مقابل همدیگه قرار گرفتن، کار به تیراندازی کشید، کار به رفتن به طرف اسلحه خونه کشید، اومدن مقاومت کنن، کمک خواستن، لشکر گارد اومد، خود ربیعی
با هزار بدبختی خودش رسوند اونجا. یه روحانی در این فاصله رفت به مردم تو خیابون خبر داد که دارن بچه های شما رو میکشن، هما فرار میکشن. مردم ریختن، در اصل خونه ها باز شد و صحنه فجیع اتفاق افتاد. تصاویر که دارید میبینید، باجرایی که دارید میبینید و تا صبح ادامه پیدا کرد و مدام خبر اومد که عده زیادی کشته شدن و به این ترتیب روزنامه هایی که روز شنبه اومدش متولد شد، وقتی صبح مثل آیندگان بودن خبر کمی داشتن، حالا خواهیم دید، ولی اطلاعاتی که دیگه بهشون رسید، عکس و خبر بنزه کافی داشتن، کاملا روزنامه ها شدن روزنامه های شرایط جنگی. بله، روزنامه آیندگان رو الان میتونیم ببینیم که همونطور که میگین خیلی خبری از اون عکس جنازه ها با اینا نیست. بالا گفته نگرانی از جان همافران دیشب تهران را براشفت. بریم امید ایران رو هم ببینیم. امید ایران یه هفته قبل چاپ شده بود ولی در اون روزا منتشر شد. میبینین خیلی هنوز آرامش بخش، یعنی شجاعت کرده، تونسته عکس بختیار رو گذاشته و بزرگتر از عکس آقای بازرگان. آقای بازرگان و میگه که یک ملت و دو دولت. یعنی هنوز به خشونت ها نرسیده بود ولی هنوز خیلی باهاب نمیده به رفتن بختیار. خب اینم صفحات داخلی مجله امید ایران هست که داره به همین فضای متشنج و سنگربندی تو خیابون ها اشاره میکنه. ببینید که اون بالا روحانیون دارن با مردم تو خیابون، با ارتشی ها و نیرو آدمایی که مسلح شدن، فضای اون موقع شهر کاملا نشون میده. دارن با اونا حرف میزنن، اون وسط سنگرگیری های خیابونی است و پایین هم مردمی که با سربازا نزدیک شدند اینا. ولی توجه کنید تمام عکس ها مربوط است تهران. در شهرستان ها اخبار و بعد ها که منتشر شد و آمدش عکس های فجیع تر و حوادث فجیع تری اتفاق افتاد. ممنون آقای بهنود. فردا 22 بهمن هست، روز پیروزی انقلابیون، که حالا دوباره نگاهی به روزنامه ها خواهیم کرد. فردا آخرین بخش مرور مطبوعات روزهای انقلاب رو در 60 دقیقه خواهیم داشت. با این توضیح که تصاویر روزنامه‌های 57 از آرشیو کتابخانه دانشگاه منچستر و کتابخانه کنگره آمریکا گرفته شده. به پایان 60 دقیقه امشب می‌رسیم. از طرف خودم و جمال ازتون خدافظی می‌کنم.